در جنوب غربی ایران و در حصار کوهستان‌های متعدد، در سرزمینی با جنگ‌های پنهان و رازهای سر به مهر، به دنبال اولین نشانه‌های زندگی بشر راهی غارها می‌شویم. ولی برای من به شخصه به عنوان یک باستانشناس ایرانی نپسندیدم و دوست نداشتم بمونم، چون که من احساسم اینه ایران بهشت باستانشناس هست و هیچ جایی از دنیا رو شما نمیتونید پیدا کنید که زمینه های تحقیقات باستانشناسی به این گستردگی و زیبایی باشه. به همین خاطر من برگشتم، با این حال که شرایطش بود که بمونم در خارج از کشور، ولی برگشتم که در کنار میهنم به کار آکادمیکم ادامه بدم. بهترین پناهگاه‌های آدمی در حاشیه جنگل‌ها غارها بودند که به لحاظ امنیت و استحکام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. مهمترین غارهای کهن آسیا در سرزمین لرستان وجود دارند. غارهای قمری در غرب شهر خرم‌آباد، غار کنجی در جنوب شهر خرم‌آباد، غار پاسنگر در خیابان حافظ شهر خرم‌آباد و غار ارجنه در جنوب شهر، غار کلدر در شمال شهر خرم‌آباد، غار سراسو در شمال شرق و غار یافته در غرب شهر خرم‌آباد از کهن‌ترین غارهای کوهستان سفید کوه هستند. غارهای کلماکره در کوهستان ملا در غرب پلدختر و بتخانه با طبیعت زیبایش در دمسرخ لوری کوه دشت و دوشه با سنگ نگارهایش در بخش چگنی، غارهای چارگشله و بردسپی در همیان کوه دشت. دکتر، من شنیدم که تمامی اشیای کلماکره رو در واقع منتسب کردن به دوره هخامنشی، این درسته؟ یه نظراتی بوده در ابتدا، چون این ظروف در واقع دارای کتیبه هم پیش از اون تصور میشد که با توجه به ریخت شناسی اشیا، این اشیا مربوط به دوره هخامنشی هست. بحث هزار اول تاریخ گذاری اینها باز بود. منطقه همونجوری که مستحصرید، در واقع تعدادی از این اشیا دارای کتیبه هایی هستن، اما وقتی که کتیبه های ظروف کلماکره برگردان شد توسط متخصصین زبان های باستانی، مشخص شد که هنر گنجینه در واقع کلماکره به پیش از هخامنشیان برمیگرده. کاملا این نظر تغییر کرد. البته من حق میدم به محققایی که از ابتدا این تصور رو کردن، چرا که هنر اشیای فلزی غار کلماکره بسیار شباهت داره با آثار دوره هخامنشی. از مهمترین اشخاصی که در ناحیه لرستان به تحقیقات باستانشناسی پرداخته و به نتایج ارزنده‌ای هم رسیدند، میتوان به دکتر فرانک هول، پروفسور مک برنی، آنری گودار و دکتر گریشمن اشاره نمود. آنها در تحقیقات خود به کشف سه دوره شکار و گردآوری غذا، اهلی کردن حیوانات و آغاز کشاورزی، آبیاری و اهلی کردن گاو دست پیدا کردند.
را داره به نظر دکتر میتون بری؟ برو جونه برو من میگیرم دکتر فرانک هول با آزمایشات مختلف لایه‌های خاک کف این غارها به این نتیجه رسید که از 60,000 سال پیش بومیان ناحیه لرستان در غارهای قمری، کنجی و پاسنگر زندگی می‌کردند. پروفسور مکبرنی، استاد دانشگاه کمبریج، در سال 1348 در لرستان تحقیقاتی انجام داده است. او می‌گوید غارهای بردسبی و چارگشله در همیان کوه دشت محل اسکان آدمیانی بودند که در دوره شکار یعنی 40,000 تا 60,000 سال پیش در آنها زندگی می کردند. در دوره شکار سنگ ها و ابزار شکار به تدریج تکامل پیدا کردند و از نمونه های این ابزار می توان به سرنیزه های سنگی، تیغه های برنده، تیغه های پشت پخ و پشت خاویده، لیسه های جانبی، قلم های حکاکی و چند وچی اشاره نمود. آیا ساکنین فعلی بازماندگان همان اقوامند؟ با یورش مهاجمان بیگانه آیا این سرزمین دست خوش دگرگونی و مهاجرت اقوام شده است؟ تحقیقات قومنگاری و باستانشناسی نشان می دهد هجرت در این ناحیه صرفاً به دنبال شکار بوده است. مهاجرتی که از محدوده لرستان کهن خارج نمی شده است و تنها از منطقه سرد سیر به منطقه گرم سیر و برعکس صورت می گرفته است. این همان عاملی است که بعدها کوچ نشینی را در پی می آورد. آزمایش لایه های خاک کف این غارها حاکی از 25,000 سال زندگی آدمی در آن هاست. میکرولیت های هندسی سوهان خورده، چاقوهای تیز سنگی و قلم های حکاکی شده و ابزار خورده چند وچی از نمونه های مشخص ابزار سنگی دوره شکار در غارهای لرستان است. از کاوش های کف غارها کهن‌ترین استخوان ها مربوط به بزوسگ است. این موضوع نشان می‌دهد که بزوسگ از اولین حیواناتی هستند که با انسان همزیستی پیدا کردند. دستیابی به این ابزار کم کم به انسان اولیه قدرت بخشید تا برای شکار حیوانات از آنها هم استفاده کند. بنابراین با صیقل دادن و تیز کردن آن توانست سلاح کشنده‌ای تهیه کند. او سنگ تیز صیقل خورده را بر نوک چوب‌های بلند می‌بست و نیزه‌ای مرگبار آماده می‌کرد. اینک او مسلح است و قدرتمند. تاریخی تا قبل از 6500 سال قبل از میلاد
بر زندگی مردم کوهستان‌های لرستان در دشت‌ها و دامنه‌ها اشاره‌ای نداشتند. کاسیان قومی بودند در غرب ایران کهن که قدیمی‌ترین متون مربوط به قرن 24 قبل از میلاد از آنها یاد نموده است. هرودوت تاریخ نگار کهن می‌گوید راجب کاسیان باید گفت اینها در تربیت کردن اسب‌های خوب خیلی ماهر بودند و ثروت آنان از این راه بود. کاسیان اسبان زیادی به بابلی‌ها و آسوری‌ها می‌فروختند و آسور اسب‌های سوار نظام خود را از آنها تحصیل می‌کرد. اینجا دره کلدر در شمال شهر خرم‌آباد است. این دره باستانی نیست، اما گروه ما قصد دارد به کاوش در آن بپردازد. گروه ما قبلاً قبری را به شکل و شمایل قبور انسان هزاره اول قبل از میلاد در اینجا بازسازی کرده است و اینک می رود که با استفاده از روش های دقیق باستانشناسی آن را بازگشایی و معرفی نماید. کار باستانشناس حرفه‌ای گرچه کاری سخت و طاقت فرساست، اما شیرین و ماندگار است، به خصوص زمانی که ابزار و اشیا و استخوان‌ها و تکه های سفال خود را نمایان میکند. هر کاوش به مثابه زبانی گویاست و هر زمانی که مهر و موم آن باز شود دفتری از تاریخ زندگی مردم بازگشایی و رمزگشایی می شود. ای کاش همواره این رازها و رمزها به دست باستانشناسان اهل فن رمزگشایی شوند تا خطر نابودی تاریخ ما را تهدید نکند. آنچه از این کاوش ها در میابیم تعداد فراوانی از مفرق هایی است که حتی در قبر فقیرترین افراد پیدا می شود. اما اینکه نخستین شیء مفرقی را چه کسی و در چه تاریخی تولید کرده است اطلاع دقیقی در دست نیست. این آثار کهن ساخته کدام هنرمند چیره دست بوده است؟ مواد و مصالح آن از کجا تامین می شده است؟ لازم است به متون کهن مراجعه کنیم. در متون کهن آمده است کلمه یونانی کاسیترس به معنی قل، همان فلزی است که از کوههای سحرانگیز و مخوف غرب امپراتوری ایران و از قومی به نام کاسیان می آید. کاسیان قومی بودند در غرب ایران کهن که قدیمی ترین متون مربوط به قرن 24 قبل از میلاد از آنها یاد نموده است. کهن‌ترین ابزار مفرقی پیکان‌ها هستند. این امر نشان می‌دهد که شکار در زندگی مردم به معنای زیستن است. پیکان‌ها در اندازه‌های متفاوت بین 3 تا 10 سانتی متر تولید شدند.
بعد از کشف فلزات قلع و سرب و ترکیب آنها، اولین دست ساخته صنعتگر ناحیه لرستان سلاح مرگباری بود که جای تیغه های شکننده سنگی را گرفت. سلاحی که کشنده بود و ماندگار. تاریخ نگاری این پیکان ها نشان می دهد که از هزاری سوم پیش از میلاد تولید آنها شروع شده است. اما روز یا سال مشخصی برای شروع تولید آنها در دست نیست. این ابزار در هزاره اول پیش از میلاد به تولید انبوه رسیدند. با کشف اولین گونه های مفرق، اینک کلید گنج های پنهان در لرستان پیدا شده بود. رقابت موزه‌داران غربی و اروپایی در اوایل دهه 1930 چنان اوج گرفته بود که کشور انگلیس اورل اشتراین، محقق و باستانشناس کهنه‌کار خود را روانه سرزمین لرستان نمود. از سوی دیگر گروه‌های حفاری ری و تخت جمشید که زیر نظر پوپ رئیس مؤسسه مطالعات هنر و باستانشناسی ایران فعالیت می‌کردند، با شنیدن اخبار باستانشناسی در لرستان روانه این گنجینه در غرب ایران شدند و کاوش های وسیعی را در این ناحیه آغاز نمودند. این حرکت نوعی غارت محترمانه در لوای کاوش های باستانشناسی بود، زیرا بعد از آن موزه های اروپا و آمریکا پر شد از مفرق های لرستان. دوره کهن مفرخ‌های لرستان شامل اشیا و ابزاری چکش نخورده و تزئین نشده است. در این دوره مفرخ‌کاران هنوز ابتدایی و کم تجربه بودند. صنعتگران این دوره با استفاده از قالب موم طرحی اولیه و ساده از موضوع را می‌ساختند و آن را در توده‌ای از گل قرار می‌دادند و آن را می‌پختند. پس از اطمینان از پخته شدن گل، فلز مذاب قلع و سرب را جایگزین موم آب شده می ریختند و پس از سرد کردن و باز کردن قالب صاحب نمونه ای از شیء ابتدایی می شدند. تحقیقات باستانشناسی نشان می دهد آثار کوره های مفرخ سازی در سه دره باستانی هومیان در شمال کوهدشت، کفراج در شرق نورآباد و سنگ تراشان در جنوب خرم‌آباد، کارگاه های ذوب فلز، قالب‌گیری و قالب ریزی صنعتگران هنر مفرخ در لرستان بودند. گروه ما در دره کلدر تعدادی از کوره های مفرخ سازی کهن را بازسازی نموده است که در آنها شاهد تولید انواع مفرخ از گونه های مفرخ های سده های هفتم و هشتم قبل از میلاد خواهیم بود.
مفرق این دوره تنها یک شکل ساده فلزی نیست، بلکه هنری از ذائقه یک هنرمند است. هنرمندی که وارد عرصه خلاقیت شده است. او روی موم که از کندوی عسل تهیه شده است، نقش و نگار خود را ترسیم می کند. نقش و نگاری که بی ارتباط با ذائقه و خواسته های ذهنی او نیست. این قالب مومی میبایست با ظرافت هرچه تمامتر نقاشی و طراحی شود، زیرا بعدن که فلز مذاب را روی آن بریزند، نمونه تولید شده به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود. بنابراین آنها میدانند که هرچه بیشتر در طرح اولیه باید ظرافت و خلاقیت به کار رود، زیرا در نمونه های فلزی تولید شده ارزش هنری خود را بیشتر نشان خواهد داد. یکی از مهمترین ابزاری که در سده‌های هفتم و هشتم قبل از میلاد به وفور در کوره‌های مفرغ‌سازی نواحی مختلف لرستان تولید می‌شده است، دهنه‌های اسب هستند. در تولید این ابزار هر هنرمند صنعتگری به طور خلاقه دهنه ای را طراحی و تولید کرده است. اهمیت این موضوع در اهمیت رام و پرورش اسب دیده می شود. زیباترین و ظریف‌ترین سرتبرهای مفرقی مربوط به سده‌های هشتم و هفتم پیش از میلاد هستند.
در این سرتبرها فرم خاصی رعایت نشده است و بسته به هنر و ذوق سازندگان در گونه ها و فرم های مختلف طراحی و تولید شدند. اشکال و نقوش این ابزار از اواخر هزاره سوم تا قرن هفتم پیش از میلاد دست خوش ذوق و هنر صنعتگران این ناحیه بوده است. پیکره‌های افسانه‌ای پشت در پشت، دستان گره کرده بر پشت سر و دو گربه‌سان در حال قرش و پیکره خدایان که اصطلاحاً بت یا سرپرچم نامیده شدند. گیلگامش، خدایی ذهنی که از 6000 سال پیش فکر، جان و روح مردم این دیار را تسخیر کرده بود. او صاحب چراگاه‌های بزرگ و حافظ گله‌های فراوان بود. او دشمن اهریمن و مافوق شیطان بود. آیا این اشکال تصوری از یک نیروی مافوق بود یا خود مافوق؟ پیکره بت‌های مفرقی در گورستان‌های مختلف و متعدد ناحیه لرستان به دست آمده است. در این گونه علمک‌ها نهایت ظرافت و زیبایی هنر به کار می‌رفته است تا روح تقدس و پرستش در شی کاملاً پدیدار شود. در اواسط هزاره اول پیش از میلاد صنعت و هنر مفرق سازی در لرستان به اوج رسیده بود. هنرمندان این رشته ابتدا طرح اولیه را روی موم پیاده می کردن، سپس با ظرافت آن را پرداخت می نمودن. تصاویری که بر تن موم حک می شد تقلید از طرح یا نقش کسی نبود. هرچه بود ذهنی بود و مستقیم و بداهه. پس از اجرای نقش روی موم آن را با ظرافت در توده‌ای از گل رس قرار می دادن. گل نرم و پرداخت شده می بایست تمام اجزای طراحی شده موم را پر کند تا هنگام قالب ریزی فلز مذاب جایگزین موم گردد. طرح موم زمانی که به طور کامل در قالب گلی قرار گرفت برای پخته شدن وارد کوره می گردد. درجه حرارت کوره باید آنقدر بالا می رفت که توده گلی کاملا پخته شود تا موم داخل آن کلن ذوب و بخار شود. Thank you.
پس از اطمینان از پخته شدن گل و ذوب شدن موم، صنعتگر فلز مذاب قلب و سرب را با ظرافت و احتیاط از سوراخ کوچکی که قبلا روی قالب گلی ایجاد کرده است درون قالب می‌ریزد و آن را در توده‌ای از خاک قرار می‌دهد تا سرد شود. علاوه بر مفرغ‌سازی، زیندوزی و سفالگری نیز از مشاغل مهم در ناحیه لرستان بودند. زین برای راحت تر سوار شدن بر اسب و کنترل بیشتر حیوان بسیار مؤثر بوده. این وسیله از چرم حیواناتی مثل گاومیش دوخته می شد و طراحی و دوخت آن نیز سخت همراه با خلاقیت بود. سفالگری از ابتکارات مردم این ناحیه بود. آنها قبل از تولید چرخ سفالگری سفال را با دست و از گل نپخته می ساختند. آنها فقط می خواستند ظرفی آبخوری داشته باشند، اما کم کم همان ظرف جنبه تزئین پیدا کرد و به عنوان یکی از کارهای هنری مردم مطرح شد. سفال‌های ناحیه لرستان از شخصیت و شناسنامه منحصر به فردی برخوردارند. فرم خاص، شکل حیواناتی مانند بز کوهی، قوچ و عقاب و خطوط هندسی و هنری شاخصه اصلی سفال‌های این منطقه است و آنها را در بین سفال‌های سایر ملل متمایز می‌کند. مفرغ‌های لرستان از نظر دسته‌بندی و تعداد اشیاء بسیار گسترده و متنوع‌اند. کاوش‌های باستان‌شناسی تا سال‌های 1332 به بعد تا کنون موجب کشف و معرفی گونه‌های فراوان از این اشیاء شده است. پیکره‌های خدایان، دهنه‌های اسب و زین و یراق آن، سرتبرها و تیشه‌های کوچک و بزرگ، ظروف آیینی و آبخوری متعدد، سنجاق‌های موی سر و سوزن‌های دوخت و دوز، اشیای تزئینی، دستبندها و گردنبندها و هزاران شیء دیگر میراث صنعتگران مفرغ در ناحیه لرستان است.
اشیای اولیه وسایلی ابتدایی بودند. پیکانها، بت‌های نظری یا صورت‌های مرد ستایش، سنجاق‌های موی سر، دستبندها، سوهان‌ها و دسته سوهان‌ها، تیغ‌های برنده، اشکالی از حیوانات، به خصوص گاو، اسب و بز کوهی. در 130 کیلومتری جنوب غربی خرم‌آباد و در 20 کیلومتری غرب پل دختر، در سینه این کوهستان رمزآلود غاری رازدار نهفته است که از هزاران سال پیش سخن نهان داشته است. و این مرد تنها کسی است که راز سر به مهر آن را رمز گشایی نمود. عزیزه باسرند. خود دنیم و نخص بعدی داریم سی همه برار ما هم بهم همه برار ما برمان در بودای ما. عزیز بعد از اینکه به اهمیت غار پی میبرد و رویاهای چندین سالهش به واقعیت میرسد، به فکر پیدا کردن یک دوست، یک همراه و یک رازدار مطمئن میگردد و پس از یک سال تحقیق و ارزیابی افراد مختلف، سرانجام به پسر عمش عبدالرضا معروف به افدک اعتماد می کند و سر سر به مهر غار را با او در میان می گذارد. ارزش غار زمانی هویدا می شود که اشیای گرانسنگ پنهان شده در آن در کنار ستونها و سرستونها و تاخچه های رسوبی همچون موزه ای از اعماق تاریخ می آیند و با تابش نور پدیدار می شوند و زبان می گشاید. در حین بررسی اشیای منحصر به فرد غار کلماکره، این سوال به ذهنمان رسید که آیا اشیای کلماکره متعلق به ناحیه لرستانند؟ آیا برونزکاران لرستان این آثار ارزشمند را تولید کردند یا از سرزمین‌های دیگری آمدند؟ گرچه لرستان خواستگاه و سرزمین تولید انبوه مفرغ است، اما رمزگشایی اشیای کلماکره نشان از دوره‌های ماقبل هخامنش یعنی ایلام نو دارد و نظر کارشناسان بر این باور است که این ابزار هدایا یا میراث پادشاهان متعددی از همین سرزمین هستند.
سردارانی که قبل از سلسله هخامنشیان بر اریشه قدرت بودند و شاید پادشاهانی از سلسله کاسیان که 600 سال حاکم بلا منازع بابل در بین النهرین بودند. مهمترین اشیای فلزی غار کلماکره آثار منحصر به فرد و ویژه این غار هستند که نمونه‌های آن تا کنون رویت نشده است. عقاب نقره‌ای با بال‌های گشاده و شکاری در منقار. شکار خرگوشی است که از پشت در منقار عقاب فرو رفته و لحظه نام را به وجود آورده است. شیر نقره‌ای با شکار گوزن خالدار ایران. ابهت شیر در این اثر همراه با خشم آن در شکار کاملا هویدا است. ظرف آبخوری نقره‌ای با لوله‌ای بلند و سر یک گاو. در این ظرف نهایت ظرافت در طراحی تولید به کار رفته است. ریتون نقره‌ای با نیم تنه اسب منقوش. گرافیک چهره اسب با خطوط موزون و مبرب نجابت و ابهت این حیوان گرانقدر را نشان می‌دهد. تعداد اندکی از ظروف نقره‌ای به دست آمده از غار کلماکره به شکل جام یا ریتون متصل به سر یک یا چند حیوان مانند اسب و شیر و گاو مشاهده می‌شود که نمونه آنها تا کنون رویت نشده است. ریتون دیگری با سر شیر در حال قرش و بزی کوهی که سر شیر را پله‌ای قرار داده است تا از آنجا داخل ظرف را مشاهده کند. این اثر یکی از کم نظیرترین اشیاء کلماکره است. بشقاب های بزرگ نقره‌ای مزین به گل کوکب. این گونه ظروف در میان اشیا و ظروف کلماکره بیشتر از بقیه مشاهده می شود. تنگ طلاکوب نقره‌ای. این ظرف که در تنه آن گلهای گیاهی طلایی حک شده است شاید از اولین ظروف ترکیبی طلا و نقره باشد. هرچه هست زیبا و دیدنی است. به گفته عزیز و دیگر شاهدان عینی
حدود 20 مجموعه از اشیا، یعنی 20 گنج جداگانه در تالارهای سوم و چهارم غار پنهان بوده است که حدود 5000 قطعه شی بودند. آیا از این تعداد چه مقدار آن خارج از مرزهای کشور رفتند؟ کارشناسان معتقدند حدود 10% از کل اشیا در کشور موجود است. بقیه اشیا کجا هستند؟ باری کلماکره بیشتر از آنکه یک مکان تاریخی باشد، یک مکان طبیعی است. ستونهای رسوبی بی نهایت زیبای غار علاوه بر اشیاء بیکران و گرانقدرش بر شگفتی و سحرانگیزی آن افسوده و آن را به موزه‌ای از زیبایی های آفرینش تبدیل کرده است. اینجا دشت باستانی کوه دشت است و ما قصد داریم برای بررسی نقاشی های صخره‌ای راهی هومیان شویم. هومیان یا هومیو دشتی است جنگلی محصور بین کوههای هنجس، میل، دوزله و برافتا. این دشت در شمال شهر کوه دشت قرار گرفته و در 2 کیلومتری ضلع جنوبی هومیان صخره‌های چارگشله، سرسورنری و بردسپی مقصد نهایی گروه ماست. برای رسیدن به مقصد گروه مجبور است این فاصله 2 کیلومتری را با شیبی تند از میان انبوه درختان بلوط پیاده طی کند. اولین صخره‌ای که پیش روی ماست طاق رفیع چارگشله است. این طاق قبلا دیوار سنگچینی داشت و محل سکونت بوده است. گروه ما سعی دارد برای نزدیک شدن به نقش و نگارهای زیر طاق با نردبان خود را بالا بکشند. شاید بتوانند از نزدیک آنها را مشاهده کنند و عکس و فیلم تهیه کنند. از چارگشله تا بردسپی فاصله 2 کیلومتری در جهت غرب به شرق است. در بین این دو محل صخره‌های فراوانی دیده می شود که به طور پراکنده نقش های متفاوتی را بر سینه آن حک می‌کند. بوزه درسته؟ این هم این فرمش احتمالاً فرم ولی جالب بود. نقش انسانی رو پایینش می‌بینید؟ این ارتباط در واقع همین انسان رو با این شکار برقرار می‌کنه. بعد پایین‌تر هم شما ببینید ادامه نقوش رو داریم. همچنین میاد مدل پایین‌تر به این شکل شما فری رو می‌بینید دوباره کمان کشیده. میرسه به اینجا. که دوباره شما می‌بینید یه نقش دیگه اینجا یک سوار دوباره این نقش به نوعی تکرار شده یک سوار دوباره با احتمالاً یک شکار. بررسی‌ها و آزمایشات دکتر فرانک هول نشان داده است که 3 دوره صنعت تیغ‌سازی یعنی دوره‌های کهن، میانه و نوسنگی
در این مسیر به دست آمده است که حاکی از 20,000 سال زندگی انسان در این غار هاست. اینجا صخره سرسورن است. اینجا دو نقش مشاهده می شود. نقش یک انسان به شکل هرکول با سینه ستبر که با کمانش یک بز کوهی را با دو شاخ بلند نشانه رفته است. روی همین صخره دو انسان دیگر طراحی شده است که در حال کشیدن دو ریسمان به طرف همدیگر هستند. ما در حین بازدید از نقاشی های هومیان با مردی مواجه شدیم. صادق و صمیمی. آقا مراد. او نگهبان افتخاری نقاشی های صخره ای است و اگر برای این کار استخدام شود تلاش بیشتری برای نگهداری از آنها خواهد کرد. در بین راه سرسورن به برد اسبی غار کوچکی توجه گروه ما را به خود جلب می کند. غاری که نشانگر سکونت انسان بدبیست. اینجا صخره برد اسبی است. برد اسبی به معنی صخره سفید است. در محلی که نقش ها حک شده اند قبلا تا کف زمین ارتفاعی به اندازه قد انسان یعنی حدود 1.70 تا 2 متر بوده است. اما امروزه به دلیل کاوش های متعدد توسط کاوشگران محلی و غیر مجاز ارتفاع طوری است که دسترسی به نقش ها فقط از طریق نردبان امکان پذیر است. این صخره نقاشی های بسیار زیبایی را بر سینه خود حفظ کرده تا امروز زندگی نیاکان ما را در فاصله 60 تا 40,000 سال پیش را رمز گشایی کند. رنگ به کار رفته در این آثار شیره حاصل از جوشانیدن پوست میوه بلوط است. گروه ما در این بررسی این ادعا را عملاً با یک آزمایش نشان خواهد داد. قبلا از بومیان محل شنیده بودم که رنگ این نقاشی ها از پوست میوه بلوط است. حالا سعی می کنم رنگ به کار رفته در آنها را به دست بیاورم. پوست میوه های بلوط را در آب جوش می ریزیم و انقدر آن را می جوشانیم تا آب آن بخار شود و شیرابی پوسته ها غلظت یابد. عامل ماندگاری این نقش ها در این دوران طولانی وجود ماده روغن مانندی است به نام تانن. تانن در جوهری بلوط وجود دارد. از تانن برای قوام و ماندگاری پوست نیز استفاده فراوان می شود. نگفته نماند علاوه بر پوست میوه بلوط سایر فراورده های بلوط نیز دارای خاصیت رنگدهی هستند. در این بوم بزرگ سواری با اسب در حال تاخت، مردی کمان کشیده در حال شکار روباه و دو مرد با دو نیزه در حال حمله دیده می شوند. بالاتر از همه
زنی دست به کمر و به صورت نیمخیز حک شده است. در گوشه دیگری از بوم بزرگ بردسبی مردی سوار بر اسب با شلاق بر آن می تازد. مرد دیگری در حال رقص دیده می شود، به طوری که روبروی او دسته ساز کمانچه‌ای مشاهده می شود و کلاغ یا کرکسی نیز در مقابل آن به رقص در آمده است. پایین تر از آنها اسبی با رنگ حنایی نقش شده است و پایین تر مردی درشت هیکل که کمانش را به طرف روباهی در حال فرار نشانه رفته است. این بوم شاید از زیباترین و عالمترین بوم های نقاشی صخره‌ای در لرستان، ایران و حتی آسیا باشد. یار خوش حاتی یار خوش حاتی آی نر و پاتر درمون درد کمو درمان درد کمای داد حوالات اول Thank you.